من قبل از اینکه شعر رو بخونم یه چند کلمه با دوستان صحبت کنم، چه دوستانی که اینجا حاضرن چه دوستانی که فضای مجازی بعدن این رو میبینن. روزانه بین 600-700 تا 1000 نفر حالا با تلورانسش پیغام برای من میفرستن. خب من همه اینا رو که فرصت نمی کنم بخونم، رندوم انتخاب میکنم. خیلی ها که فحش میدن، واقعا تو این چند سال فحشخور من ملس شده، از همه طرف هم فحش میدن، فقط نفکر کنید برادرای ارزشی، مؤمنین و مؤمنات هم فحش میدن، اصلاح طلب هم فحش میدن، ملی گراه هم فحش میدن، اصولگراه ها فحش میدن، سلطنت طلب ها فحش میدن، فارس ها فحش میدن، ترک ها فحش میدن، طرفدارای سروش فحش میدن، هر مطلبی هر جمعی نیستی که یکی خوشش نمیاد سری میان فحش میدن. خب بدن. خیلی هم نقد میکنن. این نقد ها دو دست است. یه دستش وارده که من ازشون تشکر میکنم، یه دسته رو عیناً میذارم تو کانال از هر 100 تا یکی. خود مردم قضاوت میکنن که حالا این نقد وارده یا وارد نیست. بعضی هم با یکی دو جمله زیرش مثلا جواب میدن. بعضی ها با یکی دو جمله جواب دادنی نیست و وقتی هم که جواب نمیدی این میان میگن ترسیدی بذاری، کوتاه اومدی، کم آوردی، فلان شد، چی شد، جرأت نکردی. خب این مطلب احتیاج به توضیح داره، مفصله. من نمیتونم که این کانال رو به بحثای دو طرفه ای. یکی از اینا رو انتخاب کردم امشب میخونم جواب این آقایی که اصلا همه اینایی هم که میان چه فحش میدن چه نقد میکنن، خیلی هاشون از هر 1000 تا 980 تا فیکه. اصلا نه اسم درستیه، نه فامیلی داره، نه عکس داره، اصلا معلومه کی از چی هست اصلا. حالا این آقا به نام حسین، نمیدونم، یه عکس سردار سلیمانی هم عاریت گرفته اون بالا گذاشته و مطلب رو برای ما نوشته. سلام جناب عالی پیام، لطفا تا آخر بخونید چون متنش طولانی، حال فکر کردم شاید حوصله‌ام نیاد. هر کس از اصل انقلاب فاصله گرفت فاسد شده و تاریخ مصرفش، سلام علیکم، خوش آمدید. هر کس از اصل انقلاب فاصله گرفت فاسد شده و تاریخ مصرفش تموم، حتی اگه شمشیر اسلام زبیر باشه، حتی اگه جانباز صفین شمر باشه، حتی اگه حسن مسنا مسنی و نشیدم فرزند امام مجتبی باشه، شما که در مقابل اونا کسی نیستی. دلم برای اونایی میسوزه که فریب شما رو میخورن و با تناب شما میرن توی چاه. فردای قیامت شما مسئولیت اونا رو گردن میگیری، عوض نقنوخ کردن و ترویج ناامیدی و فساد بگو برای کشورت چه کردی، چه قدم مثبتی برداشتی، شما به چی معتقدی، به چی پابندی، به اسلام نه، به وطن چی، به مردم چی. اولا من اینو بگم، خب ما یه تاریخ داریم، تاریخ مذهبیمون، یه سری تو این تاریخ مثبتن، یه سری منفیان. مثلا یه یزید و شمر رو اینا داریم، بعد امام حسین و یارانش رو اینا داریم، حضرت علی داریم، مثلا خوارج داریم. بعد هر کی میاد میگه آقا اسلام ماییم، اینا کافرن. اونا میان میگن نه اسلام ماییم، اینا کافرن. امام حسین ماییم، شما شمرین. اون یکی میگه نه خیر، چرا ما مثل بچه هایی که فوتبال بازی میکنن تو آتاری، میگه من رونالدو، مثلا میگه من تیم آسه میلان، تو تیم فلان. اینا دقیقا همون جوری شده. همین جنگ عراق شما نگاه کنید، ما میگفتیم صدام یزید کافر، جنگ اسلام و کفره، بیایید از اسلام دفاع کنید، فلان کنیم. صدام هم میگفت جنگ قادسیه است، من سردار قادسیه هم، اینا مجوسن، بریزید اینا رو بکشید. حالا دوست عزیز، تو که اومدی اینا رو نوشتی، الان تو این دور زمانه ما شمر کیه، امام حسین کیه، یزید کیه؟ ما خوندیم دیگه، میگیم امام حسین و جسدشو با اسب زیر سم اسبا له کردن. کیا؟ یزیدیا، شمریا. خب الان هم کف خیابون جنازه یه جوانی مثلا زیر چرخای ماشین نیرو انتظامی
له میکنن. حالا الان کدوم یکی از اینا شمر، کدوم یزیده؟ اونی که تو ماشینه امام حسینه، اونی که اون زیره شمره، یا اون شمره این امام حسینه؟ من نمیدونم اصلا، گم شده همه چی. بعدم هم میگین که ما یزیدیم، من میگم نخه شما یزیدیم، آتا ثابت کن که ما یزیدیم. آقا یزید انقدر باز وجود داشت که توی دربارش یا تو مسجدش به حضرت سجاد، حضرت زینب اجازه سخنرانی داد، گفت آزادانه حرفتون رو بگی، اونا هرچی دلشون خواستن گفتن، بعدم با سلام و صلوات فرستادشون به شهر خودشون. شما اجازه میدید یه مخالف بیاد تو رادیو تلویزیون؟ اصلا من بیام تو رادیو تلویزیون برنامه زنده اجرا کنم؟ جرأت میکنید؟ من میگم حتی یزید هم نیستی داخل شما. کی امام حسینه؟ شمشیر صفین دست کیه؟ خوارج کیان؟ تویی؟ منم؟ بعد نوشته که مگه شما نبودین که از روحانی حمایت کردین؟ خب چرا مثل یه انسان آزاده به اشتباهتون اعتراف و ازش توبه نمی کنید؟ با ترویج رأی ندادن فرار به جلو می کنید. کسی ازتون نخواد نسبت به رأی اشتباهتون پاسخگوی ذلت کشور باشید. خیلی عجیبه. اولا ما، ایشون داره انتقاد میکنه چرا به روحانی رأی دادیم، من مشکلم اینه که اصلا چرا رأی دادم. بعدش هم تو این 4 سال بیش از نمیدونم 2000 تا 3000 تا مطلب تو کانالم من اقلا در این رابطه گذاشتم. پشیمونی من بارها به طرق مختلف اعلام کردم. یه ماه نیست من اون شعر پشیمانی رو گفتم، از آن روزی که دادم رأی آری فقط شرمندگی یا شرمساری. دیگه به چه زبونی باید بگیم؟ آقا اول آدم های بزرگ اشتباهات بزرگ میکنن، بعدش هم بگیم غلط کردیم خوبه، بگیم گوه خوردیم خوبه. چرا توقع دارید ما هی 4 سال به 4 سال بگیم غلطی بکنیم، 4 سال بعد بگیم غلط کردیم؟ آقا دیگه نمی کنیم. یک دفعه تو عمرمون این کاری کردیم، دیگه نمی کنیم. دیگه به هیچ کس رأی نمیدیم که بعد 4 سال بعد بگیم اشتباه کردیم. بعد میگه که اینو بدون که خدا از تمام عالم بی نیازه، ولو اینکه همه شما علیه خدا باشید. پس خواهش میکنم به فکر آخرتت باش، چون خدا رو به یاری شما نیازی نیست. شما فقط داری توی لجن دست و پا میزنی، هرچند فکر میکنم نیتت خدمت به مردم و خیرخواهیه، اما هدف نیمی از موضوعه، نیم دیگه روش هست. هدف شما درست ولی روشت اشتباهه، توبه کن تا فرصت هست. بعد نمیشه چقدر از شرافت آدمیت دوری که فقط در حال سیاه نمایی هستی. من خواهش میکنم ایشون یه سفیدی به من نشون بده که من بنماییونم. سفیدی وجود داره؟ اگر راستگویی از ارتباط صمیمی رهبر انقلاب و هوشنگ ابتهاج هم توی کانالت بنویس که رهبری واسطه آزادی استاد ابتهاج شدن. استاد ابتهاج، حالا اینو که من نمیدونم که شما نوشتی، ولی اینو میدونم که استاد ابتهاج توی زندان نشسته بودن، از بلنگو اون سرود ایران سرای امید پخش شد، بعد شروع کرد گریه کردن. این رفیقش گفت چرا گریه میکنی؟ گفت این شعر منه که داره از رادیو پخش میشه. اینو من میدونم، ولی اینو که شما نوشتی من نمیدونم. اگر رهبر واسطه آزادی ایشون از زندان شدن، و اصلا ایشون رو بچه زندان کردن، دیگه همچین ارتباطاتی دارن. توی کلیپ چند نفر به راهپیمایی 22 بهمن رفتن؟ خودتون اعداد رو بر هم تقسیم کنید. بعد ضرب و تقسیم کرده و اینها نوشته که 8% مردم رفتن راهپیمایی، ضمن اینکه روز برفی و یخدندان بود، کوچه ها یخ بسته بود، خیلی ها نتونستن از خونه خارج بشن. توی خود شهر تهران جاده‌های کرج، شهریار، شهر قدس، اسلام شهر هم به تهران با اخلال روبرو بود. توی چنین شرایطی از هر 100 نفر حدودا 9 نفر اومدن راهپیمایی. شما به چه اصولی پایبندی و فلان و فلان؟ اگه شرافت داری فلان اینا رو توی کانالت بنویس. اولا خود ایشون داره اعتراف می‌کنه که این راهپیمایی تهران از شهریار و اسلام شهر و ربات کریم و این ور اون ور میارن آدم، این هم مال تهران نیست. دوما دوست عزیز، اگر یه یخبندون باعث شد که اینقدر ریزش پیدا کنه
تظاهرات شما، راهپیمایی شما، راهپیمایی مردم که با گلوله طرفن. 1500 نفر تو یه روز دو روز میمیرن، 15000 نفر دستگیر میشن، این همه عواقب داره، باز این همه مردم کف خیابونن. شما اگه گلوله رو به روتون بود، باز نمیتونستین اینقدر به قرآن یک دهم این جمعیت هم نمیتونستین بیارید تو خیابون. میگی یخبندون بوده مردم نیومدن، گلوله که نیومده که. من نمیدونم، خدا انصاف بده. زیاد میفرستن از اینا برای من، بعدم میگن تو جواب نمیدی، ترسیدی جواب بدی، فلان داری. آخه من چی جواب بدم؟ بریم شعر بخونیم. من یه شعری میخواستم بخونم که خیلی حضورتون رو خیر مقدم میگم. شعری خود مردونه بود، اونو حالا نمیخونم، بعدا میخونم. خانم آقای جلوی هر شاید که میگه رفتن در پای صندوقات رأی واجب است و مثل طوق گردن است. رأی را بر هر که میخواهی بده، نکته اصلیش رأی و دادن است. رأی را دادید و ما کردیم کیف، رأی را دادید و ما کردیم کیف، از شما دادن و از ما کردن است. اصلا سنت لفانش رو به من ایراد نگیرید، ادبیات فارسی گوشش سوراخ هر کاری بکنی چیزی جوش در بیاد. گرچه ملت رأی خود بر ما نداد، کار ما هر دوره رأی آوردن است.